آرش برهانی بین دو سه بازیکن سایپایی کاری نمیتونه انجام بده. کریم انصاری فر یه توپ خوب برای صادقی، صادقی میتونه توپ بفرسته در محوطه جریمه، موقعیت برای سایپایی ها، میره که دروازه سلام باز میشه و توی دروازه، گل برای سایپا. سایپا یک استقلال صفر روی یک هجوم همه جانبه دروازه تیم استقلال باز میشه. یه بار دیگه نگاه بکنید، این صادقیه که توپو فرستاد در اون محوطه جریمه. و به نظر رسید که منوچهری بود که دروازه تیم استقلال رو باز کرد روی پاس خوب عباس محمد رضایی که اولین بازی خودش رو برای سایپا در جام ولایت بازی کرد و نشون داد چه بازیکن تند و تیز خوبی هست. بلافاصله برای حنیف عمران زده، آرش برهانی وقتی میبینه که توپ بهش نمیرسه تا میانه های زمین عقب اومده و توپ میگیره. یه مارس این از شریفات، توپ لو میره. غلام نژاد، سایپایی ها میدونن که باید چطور در زمین دفاع بکنن و در معدود ضد حملات خودشون از شکاف بین مدافعین مرکزی تیم استقلال استفاده کنن. تا اینجای کار موفق شدن که یه گل رو به استقلال بزنن. ساموئل حرکت بدون توپ حیدری هم فایده ای نداره. ساموئل نتونست اون فضا رو ببینه و توپ رو بفرسته. حالا دوباره برای حیدری، روی پا توپ رو میفرسته و ابراهیمی توپ رو بلند سراسیمه برمیگردونه. ساموئل آرام آرام استقلالی ها به دروازه سایپا دارن نزدیک میشن. منوچهری برای کاپیتان ابراهیم صادقی در میانه زمین، این خیریه که توپ رو کوتاه برای انصاریفر، انصاریفر میچرخه و به سرعت به سمت دروازه حرکت میکنه. منوچهری ضربه و گل دوم برای سایپا درست در عکس جریان بازی. این سایپاست که به گل میرسه. امین منوچهری، ویژن طاهری بازیکن سابق استقلال بهش تبریک میگه. نگاه کنید این بازیکن چطور توپ رو در دروازه قرار داد. یه بغل پا با ارتفاع دور از دستان رحمتی، حساب کار رو دو هیچ میکنه و کار رو مشکل برای استقلال. آتیلا اجازی میره تا یه بازیکن رو از پشت محوطه جریمه بالا نگه میداره و سایه به سایه حنیف داره حرکت میکنه. پیروز ضربه مستقیم چارچوب و گل. یه گل تماشایی از فریدون زندی، 2-1. وحید مهدی خانی از تعداد دفاعی که در مقابل توپای کاشته میکاره معلوم بود تجربه لازم رو در این زمینه نداره. ببینید چقدر راحت زندی توپ در دروازه قرار داد، دقیقا به فضایی که اون فضا رو باید دیوار دفاعی پر بکنه، دروازه‌بان به قسمت دیگه حرکت بکنه. دو نفر کم بود در مقابل این توپ دیوار دفاعی که قرار داد. باشک استقلال یکی از گل‌های خورده رو جواب میده. دیگه زندی توپای کاشته رو به روی دروازه تیم سایپا زندی فرستاده. بازیکنی که با پای چپ این توپها رو خوب میفرسته. آرایش بازیکنان درون محوطه جریمه و صحبت‌های وحید مهدی خانی. یه بار دیگه چون زاویه تنگتر هست دو بازیکن رو در مقابل این ضربه ایستگاهی قرار داده. ببینیم که زندی چه برنامه‌ای داره برای این توپ. با پای چپ توپ رو میزنه به قصد چارچوب و گل. گل مساوی برای استقلال. چه دقیقه ای استقلال گل میزنه. فریدون زندی بدون شک فوق ستاره این بازی و محبوب این تماشاگرانه. پرویز مظلومی هم میاد به کنار زمین و به زندی تبریک میگه. نگاه کنید زندی چطور توپ رو در دروازه قرار داد و کار رو دو دو مساوی کرد.
ببینیم اون 10 دقیقه طوفانی بازی پرسپولیس در این بازی برعکس میشه برای استقلال یا نه. یه بار دیگه استقلالی‌ها